اینجا لندن است رادیوی بی بی سی و این چشم اندازه بامدادی بی بی سیست. در برنامه امروز میشنویم ویروس کرونا در قوم جان دو نفر را گرفت اولین موارد مرگ بر اثر این ویروس در خاور میانه با یک پزشک در این مورد گفتگو میکنیم و به دنبال اعلام برنده شدن اشرف غنی در انتخابات افغانستان و رد این نتیجه سوی رقبای او اتحادیه اروپا این نتیجه را به اشرف غنی تبریک گفته میپرسیم این موزه چه به چه معناست و چه پیامدی دارد نگاهی داریم به طرح جدید دولت بریتانیا برای تغییر قوانین مهاجرتی که با هدف جذب نیروی کار پرمهارت و جلوگیری از ورود کارگران با دستمزد پایین صورت گیرد و میشنویم از مناظره تازه دموکرات ها برای کسب نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در لاس فگاس برگزار شده فعلا مشروع خبرها از فیروزه اکبریان سلام و صبح بخیر وزارت بهداشت ایران مرگ دو نفر در قوم به دلیل آلودگی به ویروس کرونا را تایید کرد این نخستین موارد گزارش شده مرگ بر اثر ویروس کرونا در خاور میانه است. بی بی دریافته که حدود 25 نفر دیگر مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستانی در قم و سری هستند. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران اما بدون اشاره به شمار افراد بستری شده میگوید عده‌ای از افراد مشکوک آلوده به ویروس به ویروس در بیمارستانی تحت مراقبت هستند. او در مورد افراد فوت شده اطلاعات بیشتری میدهد یکی از آنها یکی از عزیزان جانباز ظاهرا با سابقه جانبازی شیمیایی بوده و یکی از شهروندان دیگر هر دو متاسفانه در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان بود کردن بیمارستانی خاص بیماران و موارد مشکوک احتمالی به کرونا ویروس در نظر گرفته شده و تجهیز شده جهت مراقبت از بیماران احتمالی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به اشرف تبریک گفت. محمد اشرف از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده اعلام شده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان هم بدون اعلام موضع بر ضرورت همبستگی در دوره پیش رو تاکید کرد. این در حالی است که عبدالله عبدالله رقیب اصلی اشرف در انتخابات پیشتر گفته بود نتیجه را قبول ندارد و خودش حکومت همه شمول تشکیل می دهد. پلیس آلمان می گوید هشت نفر در تیراندازی هایی در شهر هانوا در شرق فرانکفورت کشته شدند. تیراندازی ها در دو قهوه خانه روی داده. همکنون شمار زیادی از ماموران مسلح در این شهر آلمان مستقر شدند. سینا علی نجات گزارش می دهد. این حملات در شهر هاناو واقع در 25 کیلومتری شرق فرانکفورت روی داد در تیراندازی در قهوهخانه اول سه نفر و در حمله دوم پنج نفر کشته شدند به علاوه پنج نفر دیگر زخمی شدند که جراحات آنها شدید گزارش می شود پلیس همچنان در جستجوی مهاجمانی است که با اتومبیل از صحنه گریختند انگیزه مهاجمان از این حمله هنوز روشن نیست و یکی از وکلای جولیان آسانج مؤسس ویکیلیکس میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده بود که او را به شرطی که بگوید روسیه در درس دادن ایمیل های حزب دموکرات در انتخابات سال 16 آمریکا نقشی نداشته عفو میکند کاخ سفید این ادعا را دروغ محض خوانده جولیان آسانج که در زندانی در بریتانیا نگهداری می شود در ارتباط با 18 اتهام در درز مکاتبات دیپلماتیک با خب... خطر استرداد به آمریکا روبروست. سلام و صبح خیر به چشمانداز بامدادی پنجشنبه اول اسفند برابر با 20 فوریه خوش آمدید برنامه را با خبری از ایران شروع میکنیم مقام های وزارت بهداشت ایران تایید کردند که دو فرد مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانی در شهر قوم فوت کردند علیرضا وهابزاده مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفته که هر دوی آنها کهولت سن داشتند در همین حال بی بی سی متعلق شده که 25 نفر در این بیمارستان که مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا هستند تحت مراقبت ویژه قرار گرفتند همزمان خبر آمده که مراکز آموزشی هم در این شهر تعطیل شدند همکارم سینا علی نژاد الان با ما هست که این خبر رو دنبال کرده سینا اول از آخرین خبرها درباره شیوع ویروس در ایران برامون بگو سلام جناب بله مقام های ایرانی در حالی مرگ این دو نفر رو اعلام کردن در روز چهارشنبه که ابتدای اونها همین چند ساعت قبلش اعلام شده بود و این مقام ها اصولا قبل از روز چهارشنبه هیچ اشاری به اینکه ویروس کرونا وارد ایران شده نکرده بودند ولی همونطور که گفتی اعلام شد جزئیات کمی اعلام شد گفت سن هر دو گفتن که سن هر دو بیمار بالا بوده چون احتمالا جانباز شیمیایی جنگ بوده و هر دو دچار نقص و ضعف سیستم ایمنی بدن بودند اینکه که مقام ها چند روزه میدونند که این ویروس منتشر شده دقیقا روشن نیست همین از لابلای حرفاشون پیداست که حداقل سه چهار روزی هست که خبر دارند برای این مثال محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفته که همین روز چهارشنبه گفت که طی چهار روز گذشته شاهد گسترش بیماری‌های تنفسی در قم بودیم از اون طرف آقای کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت به بهداشت گفت چند روزه که آزمایش ویروس کرونا روی بیماران روی این دو بیمار مثبت در اومده. در حالی که همین هفته پیش بود که آقای جهانپور در واکنش به گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود در مورد ورود ویروس کرونا به ایران تکسیب کرده بود این گزارش ها را و گفته بود که وزارت بهداشت با شفافیت عمل خواهد کرد و اگر این ویروس وارد کشور بشه اون به بهتره مردم خواهد رسوند این که چه تدابیری در پیش گرفتن مقام های ایرانی اولا خیلی موضوع براشون منظر عاجل میاد علی لاریجانی رئیس مجلس با وزیر بهداشت وزیر آموز پرورش و استاندار قم صحبت کرده و موضوع صحبتها ظاهرا راههای پیشگیری از گسترش بیماری در قم و سایر نقاط بوده اینطور که گفتی یکی از تدابیری که اعلام شد این بود که روز پنجشنبه مدارس حوزه و دانشگاه‌های استان قم تعطیل اعلام شده مقام های پزشکی یا همین آقای قدیر اعلام کرده که دو بیمارستان کامکار و فرغانی رو اصولا فقط برای قرنطینه کردن افراد مشکوک یا مبتلا به ویروس جدید کرونا کووید 19 اختصاص دادند و گروهی از مقام های مسئول بیماری واگی وزارت بهداشت به قم اعزام شدند برای نظارت بر اوضاع و از مردم خواسته که از حضور در اجتماعات پرهیز بکنن و به نظر می که مقام ها دارن آماده می کنن که شاید آمار تازی روز پنجشنبه اعلام کنند محمد مهدی گویا که رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفته که بقیه کسانی که تحت آزمایش بودن آمارشون رو روز پنجشنبه مقام ها اعلام خواهد کرد و این نگرانی هست و گفتن مقام ها که اطرافیان این دو بیمار که جانشون را دست هم به احتمال زیاد در مرض ویروس قرار گرفتن ممنون از سینا علی نجات همکارم که در مورد تازه ترین خبرهای شیوع ویروس کرونا در ایران با ما صحبت میکرد برای بررسی بیشتر این خبر دکتر محمد کازم عطاری پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت آمریکا به برنامه ما ملحق شدند آقای دکتر خوش آمدید اولین ایران اولین کشور در خاور میانه هست که الان موارد مرگ بر اثر ویروس کرونا در اونجا اعلام شده و خب همین به نگرانی ها در ایران بیش از پیش دامن زده به نظر شما آیا مشخصا دلیل خاصی برای نگرانی در ایران هست یا اینکه نه ایران هم مثل بقیه کشورهای جهان در معرض خطره از جنبه های مختلف اگر به این خبر نگاه بکنیم در واقع نگرانی های ما رو بیشتر میکنه و شاید بیشتر از هر جای دیگه حتی بیشتر از خود چین میتونه ما رو نگرانی ما رو بیشتر بکنه یکی از این جهت که وقتی دو نفر در واقع فوت در اثر این بیماری اعلام میشن به معنای این هست که حداقل در واقع در حدود بیش از صد نفر دیگه مبتلا بودن در جامعه حد اولش و اینها شناسا یا شناسایی نشدن و در سطح جامعه اینها پخش هستند و همونطور داره بیماری گسترش پیدا میکنه بدون اینکه ما بدونیم یا اینکه واقعا مسئولین میدونستن و اطلاع دارن از این موضوع و این رو اعلام نکردن از جهت دیگه فوت شدن دو بیمار بدون اینکه ما آماری از مبتلایان داشته باشیم نشون دهنده این فقدان سیستم درمانی کامل برای این بیماران هست در صورتی که ما میدونیم در 98 درصد موارد این بیماری بهبودی کامل پیدا میکنه و اگر فقط دو نفر مبتلا شدن و آزمایششون مثبت بوده و این دو نفر فوت کردن یعنی صد در صد موارد منجر به فوت شده این نشون دهنده این هست که اقدامات درمانی بسیار بسیار ناکافی است اونم در شهری که مرکز استان هست و و امکانات درمانی بسیار بالایی داره مورد سوم هم موردی هست که در واقع نشون دهنده این هست که ایران جزو کشورهایی هست که بعد از چین آمار بالاترین آمار مرگومی رو در خارج از چین داره و این جای بسیار نگرانی است بخصوص اینکه با عدم شفافیت خبرها و عدم شفافیت اطلاع باعث میشه که ما اصلا اطلاع نداشته باشیم که چه جمعیتی همکنون در کجا مبتلا هستند و چه مناطقی مردم باید نگرانش باشند بخصوص اینکه این افرادی که فوت کردن هیچ گونه تماسی با افراد خارجی نداشتن با مسافران چینی نداشتند منشأ ابتلاشون اصلا نامشخص هست و معلوم نیست از کجا اینها مبتلا شدن و در طی هفته های گذشته اینها در بین مردم بودن حتی هایی که از اینها در بیمارستان داره پخش میشه نشون میده که افراد با یک کوشش خیلی معمولی و تنها با یک دستکش و با این افراد در تماس بودن و خود اینها منتقل کننده بیماری هستن اینا همش مواردی هست که ما رو بیشتر نگران میکنه و در واقع این ناکافی میدونه برای کنترل این بیماری خب حالا این تدابیری که اعلام شده مثلا مثل تعطیلی مدارس و غیره که در قوم الان اعلام شده از سوی مقامات این تدابیر چقدر کافی هست به نظر شما و چقدر طول میکشه که مشخص بشه ابعاد این شیوع در ایران به چه وضعیتی هست چون الان در مورد قوم فقط داریم صحبت میکنیم آنچه که مسلم هست من اعتقادم بر این هست که مسئولین اطلاع دارن از این وضعیت کما اینکه همکاران پزشک ما که در بیمارستانهای مختلف هستن همه اینها در هفته های گذشته موارد مثبت رو بخصوص در گزارشات رادیولوژی و عکس رادیولوژی که از بیماران داشتن اینها گزارش میکردند که ما موارد مثبت رو داریم و حتی موارد مثبت آزمایشگاهی هم گزارش شده بود اینه که مسئولین مطلع هستن از این مورد اون چی که مسلم هست اینه که و اون که لازم هست این هست که مسئولین باید این رو به اطلاع عموم برسونن تا مردم هم همکاری لازم رو داشته باشن و هم بدونن خودشون در کجاها بتونن بیشتر مراقبت بکنن آقای دکتر شن... ببخشید این اون اول که چین یک مقدار کند عمل کرد در اعلام این قضیه کرونا خیلی انتقاد شد از چین اگرچه بعدا ستایش شدی مقدار از عمل کرده بعدیش فکر میکنید که با توجه به این مسئله الان چرا این سکوت وجود داره این سکوتی که شما معتقدید از سوی مقامات داره سکوت صورت میگیره این سکوت در واقع همون دنباله سیاست های قربانی کردن سلامت برای سیاست هست و همه جا در این موارد سلامت قربانی سیاست میشه در چین هم زمانی اعلام شد که دیگه مجبور شدن و بیماری به حد انفجار رسید و هم ضررهای غیر قابل جبرانی برای اقتصاد اون کشور داشت و همین که بیش از هزار نفر فوت کردند اگر اطلاع رسانی مراقبت های اولیه در همون مراحل اول انجام می شد واقعا شاید کار به اینجا کشیده نمی و اصلا این برنامه برنامه بین المللی نمی شود. در ایران هم در واقع داره همون مدل داره پیاده میشه وقتی که مجبور شدن بعد از اینکه خب یک سری گرده همایی که داشتن برای 22 بهمن و غیره وقتی اینها به اتمام رسید الان دیگه بیماری به مرحله انفجار رسیده و اینها مجبور به اعلام شدن اینا وقتی در این مرحله اعلام میشه در واقع بیماری از کنترل اولیه خارج شده و هم نیاز به هزینه بیشتر هست و هم اینکه کنترلش در واقع مثل اول ساده نیست به همین دلیل الان هم باید اقدامات همهگیرانه ای در واقع انجام بشه شهر قوم باید تعطیل بشه تنها تعطیلی مدارس کافی نیست مترو، محل های رفته آمد، آسانسور های دربسته، مکان ها، اداره ها، محل هایی که مردم حتی بلد. برای چهار یا پنج نفر با هم هستن، اینها میتونه مناطقی باشه برای انتقال. ممنونم از شما. دکتر محمد کازم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن. و اما حالا همینجا نگاهی کوتاهی بکنیم به روزنامه های چاپ تهران که آنها هم به موضوع رسیدن ویروس کرونا به ایران واکنش نشون دادن. روزنامه آرمان ملی تیت زده ترس در قوم و با اشاره به مرگ دو شهروند قومی بر اثر ابتلا به کرونا از قول یکی از شهروندان قوم نوشته مردم واقعا در شهر ترسیدند و خیلی از خانه هایشان خارج نمی شود. او گفته ماسک N95 هم در داروخانه ها پیدا نمی شود. روزنامه آفتاب یزد تیتر کرونا وارد می شود را برای صفحه اولش انتخاب کرده و از قول مشاور وزیر بهداشت ایران خبر داده که هر دو فرد فوت شده بر اثر سرایت ویروس کرونا ایرانی بودند و نزدیکان و افراد مرتبط با آنها هم قرنطینه شدند. روزنامه ابتکار با تیتر بزرگ کووید 19 به ایران رسید به این موضوع پرداخته و در مطلبی نوشته در این روزهای آخر سال که هیاهوی سال نو جمعیت بیشتری را به خیابانها و مکانهای عمومی میکشاند حالا سلامت مردم با ورود ویروس کرونا به ایران در خطر خواهد بود این روزنامه نوشته ثبت اولین مبتلایان در شهر زیارتی قم زنگ خطر دیگری را در این روزها که موج سفرهای آخر سال به مکانهای زیارتی و گردشگری بیشتر است به صدا در می آورد. مکانهایی که از حضور گردشگران خارجی نیست خالی نیست مثل مشهد، شاه چراغ، شیراز و حرم حضرت معصومه در قوم. روزنامه شهروند هم که با حروف درشت در صفحه اولش نوشته کرونا رسید با مسعود مردانی عضو کمیسیون کشوری آنفولانزای ایران گفتگو کرده و از قول او نوشته در این حال که باید آرامش و خونسردی را حفظ کنیم باید بدانیم که ابعاد همهگیر شدن این بیماری خیلی بالاست و اگر همهگیری را در نطفه خفه نکنیم و از بد خواهد شد این گزیده ای بود از انعکاس خبر شیوع ویروس کرونا در ایران در روزنامه های امروز صبح چاپ تهران اما فرصتی است از شما هم دعوت کنم که با نظراتتون با ما باشید در چشمانداز بامدادی امروز بی شما در تلگرام پای پخش زنده برنامه در فیسبوک میتونید نظر بدهید دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی at bbc.co.uk دو سفر چهل سی و هفتاد bisto do, bisto do. برنامه را با خبری از افغانستان ادامه می دهیم. در تازه ترین واکنش ها به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا این نتیجه را به اشرف غنی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده اعلام شده تبریک گفته است. جوزف بورل بدون اشاره به جنجالی که در پی اعلام ناگهانی نتایج انتخابات به نفع اشرف غنی و عدم پذیرش آن از سوی نامزدان دیگر از جمله عبدالله عبدالله به وجود آمد از کار نهادهای انتخاباتی افغانستان ستایش کرد و گفت اتحادیه اروپا آماده همکاری با حکومت آینده افغانستان است. پیشتر دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای بدون اعلام موضع نسبت به نتایج انتخابات بر اهمیت انسجام ملی در دوره پیش رو تاکید کرده بود در حالی است که عبدالله عبدالله رسما از همه سفارتخانه ها و نهادهای بین المللی در افغانستان خواسته بود که در ارتباط با اعلام نتایج نهایی انتخابات بیطرفی کامل خود را حفظ کنند در همین حال آمریکا دیگر متحد و حامی عمده افغانستان تا کنون در مورد اعلام نتایج انتخابات افغانستان سکوت کرده اما بر اساس گزارش زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان با هر دو طرف رقیب در انتخابات دیدار و گفتگو کرده اسد حکمت گزارش میدهد اتحادیه اروپا شام دیروز با انتشار خبرنامه ای از صحبت تلفنی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این نهاد با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خبر داد در این خبرنامه آمده که آقای بورل در تماس تلفنی نتیجه روند انتخابات را به آقای غنی تبریک گفته آقای بورل همچنین از پایان این روند که چندین ماه طول کشید استقبال کرده اتحادیه اروپا از کار نهادهای انتخاباتی افغانستان با وجود چالش که با آن مقابل بودند تمجید کرده بنابر خبرنامه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته این اتحادیه همواره از قانون اساسی و نهادهای افغانستان حمایت کرده در خبرنامه آمده که با توجه به نتیجه نهایی انتخابات اتحادیه اروپا آماده همکاری با دولت جدید به رهبری آقای غنی است آقای بورل همچنین از تعهد اشرف غنی به تشکیل دولتی فراگیر که به تعبیر آن از همه مردم افغانستان نمایندگی کند استقبال کرد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده که اولویت اکنون یک پارچگی برای حمایت از یک روند فراگیر صلح است اتحادیه اروپا همچنین برای حمایت از این روند اعلام آمادگی کرده و آن را فرصتی خوانده که نباید از دست داده شود پیش از این یونما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل برای افغانستان واکنش احتیاطآمیزی نسبت به اعلام نتایج انتخابات افغانستان نشان داده و ضمن انتشار بیانیه‌ای با خودداری از اعلام موضع خاص صرفا به اهمیت اعلام نتایج نهایی انتخابات و ضرورت همبستگی ملی در افغانستان تاکید کرد در اعلامیه یوناما آمده که این نهاد بر اساس ماموریتی که شورای امنیت سازمان ملل به نسبت به مقامات انتخاباتی افغانستان و کار آنها زمینه های حمایتی فراهم کرده و در دوره پیشرو نیز چنین خواهد کرد دفتر سازمان ملل در عین حال گفته که با در نظر داشت نگرانی های نامزدهای انتخابات و حامیان آنها به دنبال اعلام نتایج نهایی انتخابات به ارائه مشوره های بیطرفانه و کارشناسانه به نهادهای انتخاباتی افغانستان ادامه خواهد داد. گزارشی بود از اسد حکمت. اما برای بررسی بیشتر تازه تنین واکنش ها به اعلام نتایج انتخابات افغانستان جعفر رسولی دیپلمات پیشین افغان از نیویورک آمریکا به برنامه ما پیوستند آقای رسولی خیلی خوش آمدید بعد از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات آقای غنی رو برنده اعلام کرد و رقبای او هم اعتراض کردند یک سکوت 24 ساعته ای رو از طرف جامعه جهانی شاهد بودیم ایران هند کشورهای همسایه هستند و از اون طرف آمریکا متحد افغانستان و هامی این کشور اینا همه سکوت کردن حالا واکنش اتحادی اروپا اولین موضع بین المللی هست این موضع گیری به چه معناست و چه سیاستی پشتش هست اعلامیه که گفته می شود نماینده جامعه اروپا در افغانستان تایی تماس تلفنی به اشرف غنی تبریک گفته است در واقع حمایت از اشرف است و طبعا بازیگران دیگری این داستان و به خصوص تیم عبدالله که دولتی موازی اعلام کرده خشنود نخواهند شد و روابط آنها با نمایندگی اروپا در کابل تیرهتر تر خواهد شد و اکثریت همکارای ملی افغانستان به شمول ایالات متحده ای آمریکا تا این لحظه واکنشی خاص نداشته است و این ز... آ... ناشی به وضعیتی است که در کابل و در انتخابات رقم خورد و انتخاباتی که واقع شد اول مورد استقبال عمومی مردم قرار نگرفت تعداد بسیار اندکی از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند و رأی دادند و دوم تقلب گسترده بود و سوم شرکت کنندگان در انتخابات کاندیدها نتیجه آن را نپذیرفتند و رای حل نمی تواند جز راضی کردنی اینها باشن آقای رسولی با حالا الان این موزگیری اتحادی اروپا آیا فکر میکنید که بقیه کشورها هم موزگیری خواهند کرد و موزهشون شبیه اتحادی اروپا خواهد بود یا همین شکافی رو که الان توی افغانستان شاهد هستیم این اختلافاتی رو که توی داخل افغانستان شاهد هستیم در صحنه بین المللی هم به شکلی خواهیم دید تا این لحظه به نظر میرسد که دول خارجی بسیار به سابقه از نتایج اعلام کمیسیون انتخابات فاصله گرفته است و به نظر نمی رسد که کشورهای دور و نزدیک افغانستان اشتیاق زیادی برای تبریک گفتن به اشرف داشته باشند دلیل اون واضح است اکثر بازیگران زینف در افغانستان ترجیح میدهند یک رای حل یافت شود که در او طالبا هم شامل شود و جنایهای موجود در حکومت فعلی هم راضی باشند در صورت که دیگرها آمریکا و کشورهای دور و نزدیک افغانستان از نتیجه انتخابات حمایت کند و ای به معنی سلحه گذاشتن و حمایت از اشرفانی است و او را در مواجهه با طالب، مذاکره با طالب و تیم عبدالله و دیگران مسممتر خواهند کرد و این اطاف ناپذیر خواهد ساخت و این بحران را وارد مرحله شدیدی می, می سازد که هیچ یک از دول خارجی به نظر نمی رسد خواستار باشد ممنون از شما جعفر رسولی دیپلمات پیشین افغان که از نیویورک آمریکا با ما صحبت میکردند. فرصتی هست تا نگاهی به سرخط اخبار مهم روز بیاندازیم وزارت بهداشت ایران مرگ دو نفر در قوم به دلیل آلودگی به ویروس کرونا را تایید کرده است این نخستین موارد گزارش شده مرگ بر اثر ویروس کرونا در خاور میان است همانطور که شنیدید مسئول سیاست خارجی تاج اروپا در واکنش به اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به اشرف غنی تبریک گفته است. پلیس آلمان میگوید هشت نفر در تیراندازی هایی در شهر هاناو در شرق فرانکفورت کشته شدند. تیراندازی ها در دو قهوه خانه رخ داده است و یکی از وکلای جولیان آسانج مؤسسه ویکیلیکس میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده بود که او را به شرطی که بگوید روسیه در درز ایمیل های حزب دموکرات در انتخابات سال 2016 آمریکا نقشی نداشته عفو میکند خب این هم خبرها به میانه راه رسیدیم در ادامه برنامه در مورد بحران آوارگان در شمال سوریه خواهیم شنید که سازمان ملل در مورد وضعیت اونها ابراز نگرانی شدید کرده همینطور از تغییر قوانین مهاجرتی در بریتانیا که کار رو برای ورود نیروی کار با مهارت پایین و دستمزد کم به بریتانیا سختتر یا غیر ممکن میکنه و همینطور در مورد از مناظره تازه دموکرات ها برای کسب نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم خواهیم شنید که ساعتی پیش در لاس وگاس آمریکا برگزار شد شاهد عینی رو هم طبق معمول در برنامه خواهیم داشت نماینده فرانسه در سازمان ملل میگوید روسیه مانع تصویب قطعنامه برای پایان درگیری ها در شمال سوریه شده است. مسکو بارها قطعنامه های سازمان ملل در مورد سوریه را وتو کرده. قطعنامه که بسیاری از آنها بشار اسد متحد روسیه را مورد انتقاد قرار میداده همزمان با افزایش نگرانی ها در مورد سرنوشت حدود یک میلیون نفر از ساکنان ادلب که در نتیجه عملیات نظامی سوریه و روسیه آواره شدند تلاش های دوباره ای در شورای امنیت سازمان ملل به جریان درآمده که برای حمایت از پایان درگیری ها ای تصویب شود سازمان ملل متحد هشدار داده که دمای زیر صفر زمستانی شرایط وحشتناکی را به این آوارگان تحمیل می کند و کودکان و نوزادان را به کام مرگ می فرستد. میهنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می دهد. آستانه دیگر به جایی نمی رسد. این حرف رئیس دورهی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که مانند چند عضو دیگر این نهاد از مذاکرات سه جانبه ترکیه، روسیه و ایران برای صلح در سوریه نامی شدند. مارک پکستین، فرستاده ی بلژیک به سازمان ملل متحد که برای ماه فوریه ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد میگوید در قیاب یک چارچوب مناسب برای حل بحران سوریه وقت آن رسیده که سازمان ملل متحد ابتکار عمل تازه ای را پیش بگیرد فاجعه انسانی در قریب نه سالی که از آغاز جنگ سوریه میگذرد کم روی نداده اما آنچه این روزها در ادلب میگذرد به شهادت بسیاری یکی از وخیمترین وجای انسانی در سوریه است. ادلب آخرین سنگر مخالفان دولت بشار اسد است که تلاش برای ساقط کردن او را از سال 2011 آغاز کردند. در سالهای اخیر جمعیت زیادی از سوری های بیجا شده از شهرهای دیگر به ادلب سرازیر شد تا اینکه جمعیت آن را سه برابر کرد. حالا هم ساکنان ادلب و همانها که به این شهر پناه آورده بودند سرگردان و بیجا هستند. چرا که به گفته مارک لوکوک معاون کمک های انسانی سازمان ملل متحد در ادلب دیگر هیچ جا امن نیست. مارک لوکوک فکر می کنم ناکامی در مقابله با این وضع بسیار شرم‌آوره و گواه هولناکی از وضعیت جهان در قرن 21 مبنی بر اینکه جامعه بین‌المللی هنوز نمیتونه بر سر این موضوع توافق کنه که بمباران زنان و کودکان درست نیست. جلسه ای روز چهارشنبه که یک روز بعد از صحبت‌های دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار شد، عملا به رد و بدل اتهام میان مخالفان و موافقان بشار اسد گذشت و با مخالفت سریح روسیه بدون صدور ای برای آتش بس به پایان رسید. گیر پدرسن فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه بعد از جلسه پرتنش چهارشنبه شورای امنیت گفت روسیه و ترکیه به عنوان حامیان قرار آتش بس در ادلب باید برای کاهش تنش راهی فوری بیابند. ملاقات میان مقام های ترکیه و روسیه در روزهای گذشته نه تنها بی نتیجه مانده بلکه با ادامه حملات روسیه به ادلب رئیس جمهوری ترکیه هشدار داده اگر دمشق و موسکو تغییر رویه ندهند در ادلب عملیات نظامی آغاز خواهد کرد از آغاز سال جاری تا کنون نزدیک به 300 نفر در شمال غرب سوریه کشته شدند که به گفته سازمان ملل متحد 93 درصد از آنها به دست نیروهای سوریه و روسیه صورت گرفته نزدیک به یک میلیون نفر از ادلب گریختند و به سوی مرز با ترکیه می روند. مرزی که به روی آنها بسته است و کمپ آوارگانی که همین حالا هم با کمبود امکانات و تراکم جمعیت سر و کله میزد مهنوش پوزیایی از واشنگتن گزارش میداد برنامه را با گزارش دیگر مربوط به آمریکا ادامه میدهیم جنگ تجاری آمریکا و چین همچنان ادامه دارد این دو طرف میگویند مشغول مذاکره هستند تا به این دعوای پردامنه و پرتبقات پایان بدهند در این بین موضوع دیگری بین واشنگتن و پکن داغ شده جنگ در فضای رسانه ای. یک روز بعد از اقدام دولت آمریکا برای نظارت بیشتر بر رسانه وابسته به حکومت چین، مقامهای پکن هم سه خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال را اخراج کردند. جزئیات بیشتر از هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن. اختلاف آمریکا و چین حالا دامنگیر رسانه های دو کشور هم شده. یک روز بعد از اقدام آمریکا علیه چند رسانه حکومتی چین وزارت خارجه چین اعلام کرد مجوز فعالیت سه خبرنگار روزنامه آمریکایی والستی ژورنال را باطل کرده و آنها پنج روز فرصت دارند چین را ترک کنند جنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این روزنامه با چاپ مقاله درباره شیوع ویروس جدید کرونا با تیتر بیمار واقعی آسیا اقدامی نجات پرستانی مرتکب شده و عذرخواهی هم نکرده در این مقاله که والتر راسل مید استاد کالج بارد آمریکا برای بخش دیدگاه های والستری جونال نوشته از واکنش اولیه چین به شیوع ویروس کرونا جدید انتقاد کرده و مقام های شهر ووهان مرکز انتشار ویروس را به پنهانکاری و خودخواهی متهم کرده. از آغاز شیوع ویروس جدید کرونا تا کنون بیش از 74 هزار نفر به آن مبتلا شدند و بیش از 2 هزار نفر در چین جان خود را از دست دادند. انتقادها به دولت چین در این باره محدود به رسانه‌های خارجی نبوده و در داخل این کشور و همینطور در سازمانهای بین المللی هم مطرح شده. مقاله های بخش نظرات روزنامه والستی ژورنال مثل اغلب دیگر رسانه‌های آمریکایی که چنین بخشی دارند مستقل از تحریریه خبر این رسانه منتشر می شود. خود این روزنامه گفته که سه خبرنگار اخراجی از چین هیچ کدام در انتشار این مقاله بحث برانگیز نقشی نداشتند. اما دولت چین موقع اعلام اخراج این سه خبرنگار به علت دیگری هم اشاره کرده که شاید بهتر این تصمیم پکن را توضیح دهد. آنها از محدودیت های جدید آمریکا علیه رسانه های چینی فعال در ایالات متحده انتقاد کرده و آن را اقدامی غیر معقول و غیر قابل قبول توصیف کردند. دولت آمریکا یک روز قبل از این تصمیم دولت چین اعلام کرد که پنج رسانه حکومتی چین را که در ایالات متحده فعال هستند از این پس رسما به عنوان مراکز دولت خارجی در نظر میگیرد و مانند سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک به آن برخورد می کند که یعنی باید کارکنان خود و املاکی را که در آمریکا استفاده می کنند به دولت آمریکا گزارش کنند. خبرگزاری رسمی شین هوا و شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان گلوبال چین از جمله این رسانه ها هستند. مقام های دولت آمریکا می تصمیم تازه به این دلیل گرفته شده که چین کنترل دولتی روی رسانه های خود را افزایش داده و از آنها بیش از پیش به شیوه تهاجمی برای انتشار پروپاگاندای حکومتی چین استفاده می کند. هادی نیلی از واشنگتن گزارش میداد. همچنان بمونیم در آمریکا ساعتی پیش پیش که از داغترین مناظره های دموکرات ها برای کسب نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پایان رسید شش نفر از گروه بزرگ داوطلبان نامزدی حزب دموکراتیک در انتخابات سال 2020 در شهر لاس وگاس در ایالت نوادای آمریکا به روی صحنه رفتند و با هم بحث کردند دو روز دیگر مردم ایالت نوادا قرار است در جریان انتخابات درون حزبی دور هم جمع شوند و به نامزدهای مورد نظر خود رأی بدهند از واشنگتن خبرنگار مسام فرزانه به برنامه پیوسته که این مناظره رو تماشا کرده سام در این مناظره برای اولین بار مایکل بلومبرگ میلیاردر معروف آمریکایی روی صحنه بود از حضور او بگو در این مناظره حضور آقای بلومبرگ حضور بسیار بسیار جنجالی بود برای اینکه آقای بلومبرگ تا به حال صدها میلیون دلار از پول خودش رو خرج کرده برای تبلیغات تلویزیونی استخدام افراد بسیار زیادی که در سراسر آمریکا برای او کار بکنن و او رو آماده بکنند برای انتخابات در هر ایالتی و این پول هایی که خرج کرده در نهایت به گمان بسیاری از کسانی که اونها هم میخوان بخت خودشون رو آزمایش بکنند برای اینکه نامزد حزب دموکرات بشن در انتخابات به این معنا بود که آقای لومبرگ انگار که با پول داره نامزدی حزب رو میخره و با پول میخواد راه خودش رو در دل مردم باز بکنه مردمی که هر لحظه تلویزیون رو روشن میکنن به شبکه یوتیوب میرن یا هر جای دیگه ای در صفحات اینترنتی فیسبوک میخوان سر خودشون رو بچرخونن و یک مایکل, مایکل بلومبرگ اونجا میبینن اینها میگن که خب این یک جوری انگار که با پول و خریدنه که میخواد برای خودش نامزدی رو بگیره برای همینم از همون سوال اول از همون اولین جواب این حمله بی امان بقیه پنج نفر دیگه به آقای بلومبرگ آغاز شد و سعی می کردن که او رو به تله اندازند و به نظر می رسید که آقای بلومبرگ هم در واقع شاید خیلی آماده نبود و یک جاهایی به راحتی دم به تله می داد و جوابهایی می داد که بسیاری ممکن از اون بعدا استفاده بکنن برای ترسیم کردن چهره مردی که میلیاردها دلار پول داره و اصلا نمی دونه که این پول ها انگار از کجا اومدن یک نکته فقط بود در مورد آقای بلومبرگ اون اینکه وقتی که او از ثروت خودش صحبت می این رو هم در واقع اضافه میکنه هر بار که من با این ثروت کمک کردم به دموکرات ها در مقاطع مختلف که بتونن انتخاب بشند و از جمله کارهایی که او کرده در سال 2018 بود که پول زیادی کمک کرد به کارزارهای انتخاباتی دموکرات و باعث شد که دموکرات در بسیاری از های آمریکا بتونن روی کار بیان و کرسی های مجلس های ایالتی و همینطور در کنگره آمریکا رو کسب بکنن خب سام این خیلی مناظره داغی بود به جز غیر از حضور آقای بلومبرگ چه جنبه های مختلفی باعث این داغی شد اه، اه یه بخشش خب مربوط میشد به همین مسئله ثروت آقای بلومبرگ که اونها در موردش صحبت میکنن یه بخشی از اون بازم با آقای بلومبرگ رابطه داشت از همین داغی ماجرا و درباره این بود که چطور در شرکت هایی که آقای بلومبرگ داشته زنانی بودن که اومدن بیرون و بعد اینها شکایت کردند و صحبت کردن با رحسانه ها حتی بعضی از اونها و گفتن که یک سیاستی در این شرکت ها هست که مثلا به زن ها توهین میشه و اونها رو اجازه نمیدن که حتی بعدا بیان شکایتشون رو علنی بکنن و از اونها میخوان که یک سری مواد قانونی رو امضا بکنن یه سری برگه هایی رو امضا بکنن که بگن خب ما دیگه حالا در مورد این ماجرا صحبت نمی کنیم احتمالاً خسارتی هم بگیرن صحبت سر همین بود رفتار نامناسب با زنان بود که باز هم در این مورد آقای بلومبرگ رو به دام انداختن نامزدهای دیگه و در موردش صحبت کردند. بقیه این نامزدها اگر جایی هم با هم دیگه تلاقی پیدا میکردن این درباره مثلا ماجره های مربوط به بیمه خدمات درمانی بود که همچنان اونها دارن سعی می کنند با هم دیگه بحث بکنن که کی برنامه بهتری داره ولی اگه بخواد یه جنبندی کلی بکنی میشه اینطوری گفت که دموکرات ها الان دو دسته هستن اونهایی که به اسم میانه رو شناخته میشن و اونهایی که به اسم پیش رو شناخته میشن اونهایی که به اسم میان رو هستن دارن سعی میکنن بین خودشون یک رقابت درونی بکنن تا بتونن به رای دنده بگن خب حالا اگر شما میخوای که یک نفر میانه رو رو انتخاب بکنین من نامزد شما هستم همین اتفاق در مورد پیش رو ها میفته همین موضوع موقع باعث میشد که اینها خیلی وقتها درون خودشون با هم گلاویز بشن از جمله مثلا شهردار سابق یکی از شهرهای ایندیانا پیت بوتجج که او خیلی گلاویز میشد با سناتور امیت باشار که او هم سعی میکنه بگه, بگه که من میانه رو هستم از اون طرف هم خب آقای سندرز رو میدیدیم که با خانم وارن شاید نه خیلی ایان ولی به هر حال معلوم بود که سعی میکردن هر کدوم که توی جواب هاشون بگن که چرا این یکی از اون یکی مثلا پیشروتر یا سوسیالیسم بیشتری رو داره سعی میکنه بیاره برای مردم ممنون سامه فرزانه همکارم که از واشنگتن با ما صحبت میکرد اما از آمریکا به بریتانیا برگردیم دولت بریتانیا اعلام کرده که قصد دارد پس از پایان دوران, دوران گذار خروجش از اتحادیه اروپا از پذیرفتن کارگران اروپایی با مهارت‌های کم و دستمزد پایین خودداری کند. وزارت کشور بریتانیا گفته است تصمیم در مورد اعطای ویزا به متقاضیان بر اساس امتیازاتی خواهد بود که آنها بسته به شرایطشان دریافت می کنند و به این ترتیب مقررات مهاجرتی یکسانی برای شهروندان اتحادیه اروپا و شهروندان سایر نقاط جهان اعمال خواهد شد مدیران صنایع در بریتانیا هشدار دادند که این تغییرات می تواند باعث بروز فاجعه در خدمات درمانی و بخش کشاورزی ساختمان و هتلداری شود حامیان این ایده اما آن را فرصتی برای استخدام کارگران کارگران می میدانند بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده اما تا پایان سال 2020 که دوران گذار طی شود قوانین این اتحادیه را رعایت خواهد کرد پگاه بنی هاشمی حقوقدان و تحلیلگر مسائل بریتانیا ساکن لندن در مورد جزئیات این طرح بیشتر به من توضیح داد طرح جدیدی که الان دولت ارائه کرده طرحیه که آقای بوریس جانسون و کابینه از مدتهای خیلی پیش روی این موضوع مانور دادن و در واقع یکی از وعده های انتخاباتی آقای بوریس جانسون بود در وعده های انتخاباتی دولت محافظه کار خیلی تاکید داشت و به مردم میگفت اگر میخواین مرزهاتون رو کنترل بکنین باید سیستم امتیازدهی مهاجرتی رو ما پیاده میکنیم اگر میخواین صفای سرویس سلامت ملی NHS رو رو کوتاهتر بکنیم باید جلوی مهاجرت ها گرفته بشه بنابراین تمام اینها رو به یه نوعی بردن به سمتی که روی نظام مهاجرت مبتنی بر امتیاز دهی برقرار بشه به طور کلی اگر من بخوام توضیح بدم در علم مهاجرت پذیری میگن که مهاجرینی با مهارت های کم داریم و مهاجرینی با مهارت بالا داریم که در اصطلاحش میگن مشاغل یقه سفید و حقیقت موضوع این هستش که در سالهایی که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا بود کارگران بسیاری از سمت کشورهای اروپای شرقی به خصوص به بریتانیا مهاجرت کردند و این موجب شد نه فقط در شهر بزرگی مثل لندن بلکه در بسیاری از شهرهای کوچکتر نیروهای کار ارزانتری بودند که مهارت خوبی هم اتفاقا داشتند و موجب رقابت رقابتهایی با خود بریتانیایی ها می شدند و این یه اعتراضاتی رو داشت که کار دیگه به ما نمیرسه توی مشاغل های با مهارت های کم یا کارهای کارگری شغل به بریتانی های نمیرسه و بیشتر کارگران اتحادیه اروپا هستند که صاحب اون شغل ها میشن. به همین دلیل سیاست های دولت جدید آقای بوریشانسون جانسون بر این مبنا قرار گرفت که حالا ما این بار میایم مهاجرین با مهارت های کم رو راهش رو تقریبا میبندیم و راه رو به روی مهاجرین با مهارت های بالاتر که در واقع مهاجرینی محسوب میشن که معمولا تحصیلات دانشگاهی تحصیلات آکادمیک دارن و راه رو برای اونا بیشتر باز میذاریم و همین موضوع باعث انتقاد احزاب مخالف دولت شده حزب کارگر لیبرال دموکرات ها و همینطور حزب ملی اسکاتلند همه میگن که این سیاست جدید برای اقتصاد خوب نیست یکم اگه ممکنه دلیل انتقاد اونها رو برای ما باز کنید و بفرمایید که چقدر به نظر شما موجه این انتقاد ها این سوال بسیار مناسبیه برای اینکه دقیقا وزیر کشور دولت سایه داین آبد به این موضوع دقیقا اشاره کرده که ببینید در کشور درسته که ما مشاغل با مهارت های بالا نیاز داره ولی همیشه در هر کشوری در هر سرزمینی ما نیاز به کارگران با مهارت‌های پایین هم داریم در سیستم جدید در واقع این کارگران اصلا در نظر گرفته نشدن در حالی که ما میدونیم که یه بخش خیلی مهمی از مسائل اجتماعی و خدمات اجتماعی هر کشوری روی دست کارگران کم که میگرده از جمله به اینکه بسیاری از منتقدین همطور که خودتونم هم اشاره کردین به این نکته اشاره کردن که در سیستم بیمارستان و مراکز سلامتی بریتانیا بسیاری از این کارگران با مهارت های کم دارن حرکت میکنن و کار میکنن و اگر ما جلوی اینا رو بگیریم پس چه اتفاقی برای اون بخش ها میشه و خانم داینابت هم دقیقا به دو نکته اشاره کردن یکی همین مسائل کسانی که در سیستم خدمات اجتماعی و خدمات بیمارستانی مشغول به کار هستن و یک یه کارگرانی که در مزارع مشغول به کار هستن هر دوی این دو بخش در سیستم مهاجرتی جدید جایی ندارن در نهایت میخواستم بپرسم که کدام دسته از متقاضیان مهاجرت به بریتانیا باید از این خبر خوشحال بشن و این سیاست خوشایندشون خواهد بود برندگان این سیاست جدید کیا هستند اولین کسانی که خیلی منتفع میشن از این موضوع مردم سراسر سر جهان به جز اتحادیه اروپا هستن برای اینکه تا الان بیشتر مهاجرینی که به بریتانیا اومدن از اتحادیه اروپا اومدن در واقع این یه سیستمی هست که خانم پریتی پتر وزیر کشورم به این موضوع اشاره کرد که ما در این سیستم جدید میخوایم با همه به صورت برابر برخورد بکنیم فرقی نمیکنه که شما از کشوری از اتحادیه اروپا میایین یا مثلا از کشوری از خاور خاورمیانه میایین یا خاور دور به این کشور میایین این یه مقدار شانس رو به بقیه کشورها بیشتر میده دوم این کسانی که از این موضوع خیلی منتفع میشن کسانی هستن که تحصیلات خوب دانشگاهی دارن منتها من بگم که در سیستم جدید یک ضعف کوچک وجود داره و اون این هستش که ببینید شما باید کارفرمای خودتون رو حتما قبل از اینکه تصمیم به مهاجرت بگیرین پیدا کنید که این اصلا کار راحتی نیست به خاطر اینکه در این سیستم جدید همه کارفرماها هم نمیتونن لایسنس مخصوص این موضوع رو ندارن که به شما دعوتنامه بدن که شما بیاین فقط بخشی از کمپانی ها و مثلا دانشگاه ها یا شرکت های خیلی خیلی معتبر هستن که این مجوز اینو دارن که درخواست بکنن کسی رو برای کار به اینجا دعوت بکنن نکته این هستش که پیدا کردن کارفرما یه مقدار کار راحتی نخواهد بود با پگاه بنی هاشمی حقوقدان و تحلیلگر مسائل بریتانیا ساکن لندن گفتگو میکردم اما بریم سراغ پیام هایی که برای ما فرستادید سید مسیح در تلگرام نوشته تعداد مبتلایان به ویروس کرونا هم یکی از اعدادی میشه که هیچ یکی از مسئولان ایران زیر بار اعلام آن نخواهند رفت هستی نوشته که من خودم تو یکی از بیمارستانهای تهران کار میکنم حدود دو هفته پیش این تو بیمارستان گفتن در بیمارستان امام خوینی و شهدای های چند مورد وجود داره و کلا قطعا تو کشور بالای ست تا مبتلا وجود داره و اگر صداشو در نیوردن به خاطر 22 بهمن و همین انتخابات پیش روز حالا معلوم نیست مال قوم چطور از دستشون در رفته این پیام هستی بود در تلگرام الماس ام... نوشته که با توجه به شیوع ویرو... ویروس در قوم باید انتخابات پرشور مردم انقلابی و مؤمن این شهر رو منتفی بدونیم ام جی در تلگرام نوشته راجع به موضوع دیگه البته در مورد جعبه سیاه نوشته که رژیم در حال نابود کردن جبهه سیاه هواپی ماست بعد حرفشان این است که متخصصان ما داشتن جعبه رو بازسازی میکردن که جعبه به طور کامل از بین رفته و دیگر کسی در میتونه در کاری بکند مسعود از عراق این رو نوشته و ناصر وحید نوشته که به نظرم در سایه جدال و ستیزه های بی پایان رهبر ایران با آمریکا ویروس کرونا وارد ایران گردید در صورتی که چنانچه ایران روابط حسنه ای را با دنیا تجربه می کرد ایران از قدرت مهار بیشتری برای مقابله با این ویروس برخوردار بود ممنون از پیام هاتون سری بزنیم به دنیای ورزش اخبار ورزشی امروز رو پوریا جافره تهیه کرده با هم بشنویم خب اخبار ورزشی شروع میکنیم از مسابقه کشتی قهرمانی آسیا که در دهلی نو در هند داره برگزار میشه ایران با اقتدار کامل تونست در قسمت فرنگی که دیشب به پایان رسید قهرمان بشه از ده وزنی که در این مسابقه برگزار میشد نه بار روی سکو رفتن ایرانی ها در مجموع پنج مدال طلا گرفتن یک نقره و سه برونز به جز اون دو تا طلای روز اول در 97 کیلو محمد هادی سراوی تونست مدال طلا بگیره مهدی ابراهیمی در 82 کیلو مدال طلا گرفت در 72 کیلو هم امین کاویانی نژاد تونست مدال طلا بگیره مدالای برونز ایران رو در وزن 60 کیلو مهدی محسن نژاد گرفت در دلخانی روز اول در 63 کیلو گرفته بود حسین اسدی در 67 کیلو مدال برونز گرفت و به این ترتیب میشه گفتش که با پنج طلا یک نقره و سه برونزی که گرفتن نشون دادن که واقعا اختلاف کشتی ایران با بقیه آسیا در قسمت فرنگی زیاد بوده البته این نکته رو نباید فراموش بکنیم که در این مسابقه ها به خاطر اینکه انتخابی المپیک نبود و فاصله زیادی هم با المپیک نداریم خیلی از تیم‌ها ترجیح داده بودن که بازیکن‌های اصلی خودشون رو نفرستن و انرژی خودشون رو بذارن رو همون مسابقه های انتخابی که قرار بود در چین برگزار بشه و فعلا عقب افتاده بجز اون مسابقه های فرصت دیگه هم هست که بتونن در بازی های جهانی انتخابی المپیک اونجا هم سهمیه بگیرن کشگیر ایران خوبوری از مسابقات فوتبال در اروپا چه خبر؟ دیشب دو تا از بازی های لیگ قهرمانان برگزار شدن که به نسبت میشه گفتش که کم تماشاگرتر بودن در لندن تاتنهام به لایپزیگ آلمان یک بر باخت این تیم زیر نظر مربی جوان خودش داره خوب نتیجه میگیره و تاتنهام برای اینکه بتونه دوباره به فینال مسابقه برسه کار سختی پیش رو خواهد داشت اما تیمی که واقعا همه رو متعیه کرده آتالانتا از ایتالیاست که دیشب تونست در ایتالیا چهار بر یک در شهر برگامو والنسیا رو ببره امشب هم یک سری مسابقه خواهیم داشت مسابقه های لیگ اروپا که دور 32 دو یا یک شانزه نهایی اون برگزار میشه تعداد تیم های زیادی هستن بعضی از دیگه قهرمانان اومدن مسابقه های مهمتری که میتونیم بهش اضافه بکنیم کلاب روژ بلژیک جلوی منچستر یونایتد هست از طرف دیگه آرسنال میره به یونان تا به با اولمپیاکو بازی کنه وولز از انگلیس با اسپانیول بازی خواهد کرد آلکمار هلند تیم سابق علیزا جهان بخش هم حضور داره در این بازی ها با خنت بلژیک بازی میکنه در نهایت یه نگاهی هم بندازیم به جام حذفی فوتبال در ایران چه خبر؟ به خاطر برنامه ریزی عجیب و غریبش مسابقات تک و تک اینجا برگزار میشه دیروز هم یه بازی برگزار شد تراکتور در یک تبریز برفی و در حضور تعداد کمی تماشاگر تونست چهار بر یک مثل کرمان رو ببره و این تیم هم به نیمه نهایی میرسه حالا باید منتظر بمونه که ببینیم که اون بازی استقلال سپاهان رو چه کسی میبره تا دیگه تیم چهارم نیمه نهایی هم مشخص بشه قبلتر تیم پرسپولیس تونسته که برسه به نیمه از طرف دیگه نفت مسجد سلیمان هم در مرحله نیمه نهایی حضور داره بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته و پایان بخش این ساعت از چشمانداز بامدادی امروز برنامه هفتگی شاهده عینی نیست با هم بشنویم به بخش دیگری از برنامه شاهد اینی خوش آمدید. در این برنامه همراه با الکس لاست به دهه 80 میلادی می رویم. زمانی که در عراق پروژه برای ساخت یک ابرتوپ به یک رسوای بینون مللی تبدیل شد. مقام های گمرکی می گویند که این لوله های سنگین سیلندری قابل اتصال به یک دیگر هستند و می توانند تبدیل به یک لوله توپ چهل متری با برد چندصد مایل بشوند. هشت محموله نظامی به وزن 140 تن کشف شد که همه با برچسب لوله های سنگین نامگذاری شده بودند و گیرنده آنها صنایع نفتی عراق معرفی شده بود. در آوریل 1980 کشف این محموله توسط ماموران گمرک بریتانیا منجر به آشکار شدن پروژه ساخت یک ابرتوپ به سفارش صدام حسین رهبر وقت عراق شد. پروژه‌ای که آن زمان سالها از آغاز آن می‌گذشت. در ابتدا کل ماجرا برای این بود که یک ماهواره کوچک با این توپ به فضا پرتاب شود. من خیلی هیجان زده بودم چون پروژه منحصر به فردی بود. کریس کالی، مهندس بریتانیایی و متخصص فلزات، مدیر پروژه ابر توپ عراق بود. او برای SRC یک شرکت مشاوره نظامی در امور توپخانه کار می‌کرد. صاحب این شرکت دکتر جرالد بول بود یک نابغه صنایع توپخانه اهل کانادا که پروژه ابرتوپ مثل فرزندش بود او از دهه 60 میلادی رویای ساخت یک ابرتوپ را در سر داشت که بتواند به فضا ماهواره پرتاب کند من توی جلسه ای بودم که بول به برادر زن صدام گفت شما اولین کشور عربی خواهید بود که ماهواره به فضا میفرسته حسابی تعجب کرد و گفت البته که من از این ایده خوشم میاد خیلی فکر خوبیه نام این پروژه را بابل گذاشتند برنامه این بود که اول یک نمونه ابر توپ 50 متری بسازند و بعد ساخت ابر عظیم اصلی آغاز شود یک توپ با لوله 175 متری و کالیبر یا قطر یک متری که بتواند کنار یک کوه جا سازی شود تا پیش از این پروژه هیچ چیز حتی با شباهت کمی به ایده دکتر بول ساخته نشده بود <موسیقی> توانایی این ابرتوب برای پرتاب ماهواره می برای پرتاب کلاهک های انفجاری نیز استفاده شود. سابقه ای عراق در استفاده از تسلیحات شیمیایی و گزارش ها از تلاشش برای دست یافتن به تسلیحات ای موضوع را پر حیاهو تر می کرد. با وجود همه اینها ابرتوب آنقدر از این عظیم و غیر قابل حرکت بود که آن را به هدفی آسان برای مخالفان با این طرح تبدیل میکرد. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این توپ توانایی نظامی چندانی نخواهد داشت. مهندسان قطعات مورد نیاز را از کشورهای مختلف اروپایی تهیه میکردند. کریس به این نتیجه رسید که دو شرکت بریتانیایی بهترین گزینه برای تامین بخشهایی از لوله توپ هستند. اما دست کم رسما بریتانیا عراق را تحریم تسلیحاتی کرده بود برای همین SRC به فروشنده بریتانیایی گفت این لوله ها برای مصرف در صنایع نفتی عراقند اما هر کسی که از فعالیت های SRC خبر داشت میدانست که در حوزه توبخانه کار می کند احتمالا برای همین بود که شرکت های فروشنده بریتانیایی با دولت بریتانیا برای صادر کردن این لوله ها تماس گرفتند و در کمال تعجب از دولت چراغ سبز دریافت کردند اونطور که بول مختصرا به من گفته بود غرب از کلیت ماجرا با بود ما جلساتی داشتیم معاون رئیس شرکت به لندن رفته بود قبل از اینکه حتی درباره این موضوع صحبتی بشه به واشنگتن هم رفته بودیم و چراغ سبز اونها رو هم گرفته بودیم همه موافقت کرده بودند اصلا اینطوری بود که تونستیم پروژه رو شروع کنیم راضی بود که همه ازش خبر داشتن پروژه بابل در عراق پیش رفت محل انتخاب شده جایی نزدیک موسل بود و در اوایل سال 1989 مدل 50 متری توپ برای آزمایش حاضر شد. توپ را با یک باربر مخصوص راه آهن روی ریلی که به طور خاص به این منظور تهیه شده بود حرکت دادند. نمی‌خواستیم خطر کنیم. پشت یک دیوار شنی پناه گرفتیم و با احتیاط مراحل انفجار رو نگاه میکردیم. موج انفجار خیلی شدید بود. چند لرزی شدید داشت و نهایتا با تکان شدیدی شلیک انجام شد. سیستم داخلی بالاستیک درست کار می کرد. رانی موشک هم خوب کار میکرد. همین که بعد از شلیک توپ هنوز سر جاش و سالم بود ما از خوشحالی بالا پایین می اونجا به نتیجه رسیدیم که این کار شدنی و ممکنه. کمی بعد از آزمایش نمونه اولیه در اوایل سال 1989 قرار داده کریس تمام شد و SRC را ترک کرد. پروژه بابل اما به کارش ادامه داد تا ابرتوپ توپ اصلی با کالیبر یک متری را برای آزمایش حاضر کند اما این تنها کار ها نبود چون پشت صحنه جرالد بول پنهانی موافقت کرده بود که دو ابرتوپ توپ تازه دیگر برای عراق بسازد که کوچکتر و قابل انتقال و با قابلیت هدفگیری باشند توپ هایی که بیشک کار کرده نظامی داشتند در کنار این SRC در این حال قبول کرد که به بهبود کار کرده مشک های اسکاد عراق کمک کند اسرائیل و تمام کشورهای همسایه عراق در محدوده برد و آتش این موشک ها بودند. کریس میگوید این پروژه ها بودند که باعث نگرانی بینان مللی شد. نه پروژه ابرتوپ اولیه. یکی از ویژگی های بول این بود که نمیتونست نبگه. کل این ماجرا از کنترلش خارج شد. حدود یک سال بعد از اینکه کریس اس آر سی را ترک کرد، قبل از تکمیل پروژه ابرتوپ یک نفر وارد عمل شد. یه نفر زنگ زد و گفت خبر رو شنیدی؟ گفتم چی رو؟ گفت توی بی بی سی هم گفتن. گفتم چی رو گفتن؟ گفت بول رو کشتن. گفتم چی؟ خیلی تکان دهنده بود. معلوم شد یک نفر چهار پنج تا گلوله توی سرش خالی کرده. از نظر من این یک کشتار کافی بود که پروژه باید متوقف بشه. کل قرارداد بعد از قتل بول از هم پاشید. <applause> چند هفته بعد کسی به گمرک بریتانیا خبر داد و یکی از آخرین محموله های قطعات مربوط به ابرتوپ عراق در یکی از بنادر بریتانیا توقیف شد. کریس کالی همراه با رؤسای دو شرکت فولادسازی بریتانیایی دستگیر شدند. دولت گفت از فعالیت های این دو شرکت بیخبر بوده و تلاش کرد این افراد را به دلیل نقض تحریم تسلیحاتی عراق محاکمه کند. اما با مطرح شدن پرسش هایی درباره اینکه دولت واقعا تا کجا از ماجرا با خبر بوده اتهامات علیه این سه نفر پس گرفته شد کلی فرضیه می در این زمینه مطرح کرد اما از نظر من اسرائیلی ها از هر کس دیگه برای این کار دلیل بیشتری داشتن در این زمان بود که مشخص شد جریان ابرتوب تنها یک گوشه کوچک ماجرا بوده چند سال بعد از آن و بعد از جنگ خلیج فارس یک رسوایی تمام در بریتانیا دامن دولت این کشور را بابت صادرات اقلام نظامی به عراق گرفت دفاعی من این بود که نه تنها دولت بریتانی از این موضوع خبر بود بلکه در مجموع دولت های غربی در جریان بودند آمریکا قطعا با خبر بود کریس کالی در حال حاضر یک شرکت مهندسی در بریستول را اداره می کند. و این هم برنامه شاهد عینی این هفته به این ترتیب به پایان این ساعت از چشمانداز بامدادی امروز می رسیم. پخش تصویری ما در اینجا به پایان میرسه و تا لحظاتی دیگر برنامه قسمت ساعت دوم ما به شکل رادیویی ادامه خواهد داشت با ما باشید